سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید از ایران خبر می رسد که این کشور به منظور سرکوب جیش العدل حملات شدید را بر مناطق از خاک پاکستان انجام داده و پاکستان آن را به شدت محکوم کرده است همزمان با این حسن کاظمی قومی از توافق بر سر ایجاد گروه تماس منطقی در مورد افغانستان خبر داده و طالبان از آن استقبال کردند همزمان با این ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان پیام تازه به پاکستان فرستاده و پاکستان در حال بررسی آن است. در همین حال شماری شهروندان کشور از بستماندن مرز ترخم شکایت دارند و از طالبان میخواهند خواهند تا هرچی زودتر این موضوع با پاکستان حل و فصل گردد. همچنین طالبان در بغلان دو دختر را به اتهام به و توهین به بیرق طالبان بازداشت و زندانی کرده است با ما باشید و از جزئیات این اخبار آگاه شوید اما قبل از آن لطفا ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید بر بنیاد گزارش ها ایران بر دو پایگاه گروه جیش العدل در پاکستان حملات هوایی انجام داده است به گفته خبرگزاری های ایرانی این حمله را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط مشک و پهبات های ایرانی انجام داده است. طبق گزارش پس از حملات این دو پایگاه گروه جیش العدل تخریب شدند. مقامات ایرانی جیش العدل را یک گروه تروریستی و جیش الظلم خوانده و به و مقامات آن هشدار داده و میگویند که آنان را شناسایی و سرکوب خواهند کرد. همزمان با این مقامات پاکستانی این حمله را محکوم کرده و هشدار داده است که این حمله می تواند عواقب جدی را به همراه داشته باشد وزارت امور خارجه پاکستان شب گذشته شب 17 جنوری سال روان در بیانیه این حمله را به دلیل و نقض حاکمیت پاکستان عنوان کرده است بر اساس این بیانیه در پی این حمله که تهران میگوید مراکز جیش العدل را هدف قرار داده است دو کودک کشته و سه دختر زخمی شدند. همزمان با این حسن کازمی قومی سفیر و نماینده ایران در افغانستان گفت است که در جریان سفرش به اسلام آباد بر سر تشکیل گروه تماس با محوریت کشورهای منطقه با مقامهای پاکستانی به توافق رسیده است. و گفته قومی آنچه که می تواند به برقراری صلح کمک کند ابتکارات منطقی با محوریت کشورهای همسایه افغانستان است. سفیر ایران در کابل همچنان تاکید کرده است که بی‌ثباتی در افغانستان امنیت کشورهای منطقه را با تهدید روبرو می کند. گفتنی است که کاظمی قومی سه روز پیش در رأس هیئت به اسلام آباد سفر کرد و در جریان این سفر با جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان و آصف دررانی نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان گفتگو کرده است. طالبان از طرح تهران برای تشکیل گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان استقبال کردند. در همین حال ملا حبت الله آخونزاده رهبر طالبان در دیدارش با مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان گفت است که تی, تی پی و گروه های وابسته به آن سیاست های خود را در برابر دولت این کشور بازنگری کند. اکسپرس تریبون سیشن به شب 26 جدی به نقل از منابع خود گزارش داده که مولانا فضل الرحمن پس از سفرش به کابل و ملاقات با مقام های طالبان پیام رهبر این گروه را با مقام های پاکستانی شریک کرده است. ملا الله آخونزاده به مولانا فضل الرحمن گفته که به رهبری تحرک طالبان پاکستان دستور داده است تا خشونت ها را کاهش دهد. ده ملاحبت الله آخونزاده به رئیس جمعیت علمای پاکستان گفته است که هر دو طرف مسلمان هستند و همه مسلمانان با هم برادرند بنابراین هر دو طرف باید از طریق گفتگو به دنبال رای حل باشند رهبر طالبان همچنان خاطر نشان کرده که وی آماده میزبانی گفتگوها میان تی تی پی و اسلام آباد است طبق اطلاعات اسلام آباد در حال ارزیابی این پیام است همچنین و در حال که چهار روز از بستماندن گذرگاه ترخم می گذرد شماری از بیماران که از چندین روز به اینسو در نزدیک دروازه گذرگاه ترخم منتظر باز شدن این گذرگاه هستند می گویند که نگران بستماندن این گذرگاه هستند. آنان میگویند که در وضعیت بد سیحی به سر می برند و مرزبانان پاکستانی نیز به خاطر عبور آنان از این گذرگاه ویزا و پاسپورت می خواهند. از سوی هم منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان دو دختر را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر آنان از جمله پوشیدن بود و جراب سفید بازداشت کردند. بر روایت منابع دختران از پوشیدن جراب و بود سفید به دلیل همرنگ بودن آن با پرچم طالبان منع شدند و دلیل بازداشت یکی از این دختران نیز همین است. طالبان میگن که شریعت اسلامی را تطبیق می کنند و همه باید به با آن احترام بگذارند و گفته طالبان با افرادی که حجاب را رعایت نکنند برخورد شدید خواهند کرد شماری اما از برخورد و عمل کرد طالبان انتقاد دارند و آن را خشن و تند می خانند. همزمان با این منابع محلی در نیمروز می گویند که یک تن از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت ترباران شده است منابع میگویند که این مرد سه شنبه شب 26 جدی در ولسوالی خاشرود ولایت نمروز ترباران شده است. نام این فرد علی احمد بود و حدود 46 سال سن داشت. مقامات محلی طالبان میگویند که در تلاشند تا قاتل را شناسایی و بازداشت کنند. همچنین مقام های محلی طالبان در پکتیکا، نینگرهار، نورستان و بادغس میگویند که نهادهای امداد رسان به 5946 خانواده نیازمند در این ولایت ها کمک توزیع کردند. به گفته منابع، مؤسسه کمک های انکشافی او آردی به هر خانواده مبلغ 3200 افغانی پول نقد توزیع کرده است. از سوی هم یک امام مسجد در ولایت سمنگان در شمال افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس باران شده است. به نقل از منابع محلی یک امام مسجد به نام شیخ شکر در ولسوالی خلم این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس ترباران شده است. منابع افزودن که این ملا هنگامی که به سوی خانهاش در حرکت بوده در منطقه چهار دریاب این ولسوالی از سوی افراد مسلح ناشناس ترباران شده است. مقام های امنیتی سمنگان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و گفتن که به زودی قاتل را شناسایی و به پنجه قانون خواهند سپرد دوستانی عزیز به پایان برنامه کنونی رسیدیم از اینکه تا این با ما همراه بودید سپاس گذاریم. بینندگانی عزیز شما نیز دیدگاه ها، نظریات و روایت های تان را با استفاده از کامنت با ما و بینندگان ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر و سلام دیگر الله نگهدار.